شرکت اول شپورت تولید کننده لباس‌های تیم ملی فوتبال ایران به بی بی سی فارسی گفته بعد از بازدید از اردوی تیم ملی ایران در اتریش متوجه شده که لباس‌های تیم ملی لباس‌های اصل این شرکت نیستند. این در حالی است که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بعد از این گزارش‌ها تقلبی بودن لباس‌های تیم ملی را تکذیب کرده. پیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفته بودند که لباس‌های این تیم بعد از شستشو آب می‌روند، اما اول شپورت این اتهامات را رد کرده بود. بامداد اسماعیلی گزارش می‌دهد. برای رونمایی از لباس تیم ملی در جام جهانی فوتبالی‌ها لحظه شماری می‌کردند. بالاخره بعد از هفته‌ها بحث و جنجال، امروز شرکت طراح پیراهن تیم ملی فوتبال ایران گفت که لباس‌هایی که برای تمرین به بازیکن‌ها داده شده تقلبی است. در اردو بازیکن‌ها لباس‌هاشون رو به ما نشون دادن و ما متوجه شدیم که اونا قلابی هستن. روش نوشته شده اول شپورت، ولی مال ما نیست. کیفیتش هم خوب نیست. اول شپورت میگوید در تلاش است ببینند لباس‌های قلابی چگونه به دست بازیکن‌ها رسیده و چه ارگانی مسئول آن است. این شرکت گفته ملی پوشان ایران در چند روز آینده لباس‌های جدید و رسمی اول شپورت را مستقیما در اتریش دریافت خواهند کرد. پیراهن تیم ملی ایران اینجا در بالینگن در جنوب آلمان توسط شرکت اول شپورت طراحی و در چین تولید شده. 25% از دروازه‌بان‌هایی که در جام جهانی امسال در برزیل حضور دارند، تریکوهای این کمپانی را به تن خواهند کرد. 2 سالی می‌شود که آنها اسپانسر ایران شدند. در این جام جهانی، ایران تنها کشوری است که به طور کامل لباس‌های آنها را می‌پوشد. البته اعتراض تیم ایران فقط به کیفیت لباس‌ها نبوده. اخیراً خیلی شایع شده که تیم ملی ما در اردو لباس خیلی کم داشته. چند نسل لباس به آنها داده بودیم؟ این تعدادی که فدراسیون به ما سفارش داده رو براشون فرستادیم. این نحوه کار ماست، نه تنها با ایران بلکه با هر باشگاهی هم همینطوره. بعد خود فدراسیون تصمیم میگیره که کدوم تیم و بازیکن چند دست لباس میگیره. الان نمیتونیم دقیق بگیم که اونا چند دست لباس دریافت کردن. نقش شده که آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گفتن که بعد از مسابقه ها بازیکن ها حق تعویض لباس به حریفاشون رو ندارن چون که لباس کم دارن. Ich weiß nicht, ob der Herr Kafashian das in dieser Form gesagt hat. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. نمیدونم که آیا آقای کفاشیان واقعا چنین حرفی زده یا نه. من نمیتونم تصور کنم. چون که کسانی که اهل فن هستن میدونن که هر پیراهنی فقط برای یک مسابقه ساخته شده. تاریخ و اسم حریف هم روی اون نوشته میشه. با این حساب فقط میشه یک پیراهن رو برای یک بازی پوشید. نکته که خیلی بحث برانگیز شده بود در روز اخیر طرح یوزپلنگ ایرانیه که گفتن شرکت اورسپورت اینو به قیمت $12 از یکی از سایت‌های اینترنتی خریده. می‌خوام ببینیم بخشی که این تیشرت طراحی شده ببینیم جریانش چیه. زابین بیشوف مسئول طراحی تریکو است. پیراهن‌های تیم ملی ایران را هم او طراحی کرده. از او در مورد اتهام قلابی بودن طرح یوزپلنگ ایرانی پرسید. این کاملا نادرسته. ما اصلا در اینترنت به دنبال چنین لوگویی نگشتیم. این گرافیک یوزپلنگ رو مستقیما از فدراسیون فوتبال ایران گرفتیم. یعنی اونا میتونن این آرم رو خودشون به قیمت $12 از اینترنت خریده باشن. اونا از کجا آوردن نمیدونم. باید از اونا پرسید. ولی ما از اینترنت نخریدیم. خبرساز شدن پیراهن تیم ملی برای شرکت تولید کننده اش ناخوشایند است. آنها میگویند ما با فدراسیون فوتبال ایران رابطه خوب و گرمی داریم، اما امکان دارد که دشمنانی هم در آنجا داشته باشیم که به سودهای شخصی و بیواسطه در این زمینه امید بستند. بامداد اسماعیلی، بالینگن. تیم ملی مملکتمون شأن و شخصیت بالاتر از این تیشرت هستش. امروز اومدم گفتم خب یه لباس جدید ندیدم، همونا رو شستن دوباره یه اتویی هم شاید زده باشن بهش. اگه بازیکن می‌خواست حالا بعد از یه بازی حالا مثلا بازی دوستانه بازی تیم ملی در جام جهانی واسه شو بازیکن تعویض کنه چیکار کنم؟ یه دونه رو داره دیگه نمیشه تعویض کرد. نه نه ببینین تا اون زمانی که ما ماموریت دادیم که اون لباسا نگهداری بعد نگهداره، هر زمانی که دیگه نخواستیم و داریم در اختیار خودش میتونه در اختیار خودش تعویض بکنه یا به کس دیگه بده، یا نه میتونه از جیب خودشون بخرن به کس دیگه هدیه کنن. باید صرف جیب باشه که همه میتونن لباسای خوب استفاده بکنن. ببینیم تا اون حد میرسه که چنج بکنیم یا نمیرسه.